رسان نیروهای پیشمرد بودند. مناطقی که از همین زاویه میخوام وارد پاسخ به سوال شما بشم آقای بهنام، اگر ما دقت بکنیم مناطقی که یک زمانی به ویژه اوایل انقلاب تحت نفوذ و حاکمیت نیروهای پیشمرد و احزاب سیاسی بودند، وقتی که ما از نیروی پیشمرد صحبت میکنیم از بازوی مسلح یک جریان سیاسی و توده‌ای صحبت میکنیم، جریانی که برای اداره جامعه، برای دموکراتیزه کردن جامعه، برای پیشبرد جامعه به سوی یک جامعه مدنی، یک جامعه دموکراتیک که در اون حقوق فردی، پلورالیزم و تمام مسائلی که در دایره دموکراسی و حرکت‌های دموکراتیک و پرنسیپ‌های دموکراتیک جامعه‌گیره به پیش ببره و عملی بکنه. اگر ما دقت بکنیم تمام مناطقی که زیر سلطه پیشمرد بودن، حتی برای مدت کوتاهی مردم اون مناطق از لحاظ فرهنگی یه قدم جلوترن، زنان کمتر خودکشی میکنن، افراد کمتری در شرایط کنونی در اون مناطق به مصرف مواد مخدر در واقع روی آوردن، برابری طلبی و سطح زندگی و نگرش به زندگی بالاتره و در این شکی وجود نداره. این در واقع نشأت گرفته و زیر تأثیر تبلیغات و عملکرد مثبت احزاب سیاسی و به ویژه نیروی پیشمرد بوده است. مثلا اگر من خیلی کوتاه بخوام بگم، امروز مثلا مناطقی چون ایلام یک زمان در واقع که نفوذ نیروهای پیشمرد یا احزاب سیاسی کرد در اون کم بوده است، خیلی طبیعیه که آمارها نشون میده که سطح یا درصد خودسوزی زنان در اون منطقه خیلی بیشتر از پایین کردستان، و در حالی که در پایین کردستان، در مرکز کردستان که نیروهای پیشمرد نفوذ بیشتری داشتن، حرکات بیشتری داشتن، سطح زندگی، سطح سازماندهی، به کارگیری عقل جمعی در واقع و حس ملی و ملیگرایی خیلی پیشرفته تر از مناطقیه که متاسفانه نیروهای پیشمرد و احزاب سیاسی نفوذ کمتری دارن. بله، تشکر. دوستان اشاره میکنن که متاسفانه ارتباطمون با آقای حجاب قطع شده. تا اینکه همکاران ما دوباره ارتباط رو برقرار کنن، صحبت رو با آقای رشیدی ادامه میدیم. آقای رشیدی، ما تا الان صحبت از پیشمرد کردیم، صحبت از وظایفش کردیم، تعریف پیشمرد کردیم و از پرنسیپ های اون و رفتارهای پیشمرگان با مردم و کلن نقش و حضورش در اجتماع کردیم. اما در اون طرف قضیه بخوایم بپردازیم، چه ارزیابی میشه کرد که وظایف مردم در قبال پیشمرگ، در رابطه با، در برخورد با پیشمرگ چه هست و چگونه باید باشه؟ ببینید، به نظر من اگر بخوایم بحثمون رو جمع جور بکنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که مردم کردستان که پیشمرگ را از خودشون دونستند و خودشون را پیشمرگ علمداد کردند و خوشبختانه این روند کماکان ادامه داره، به این نتیجه میرسیم که مردم کردستان وظایف خودشونو در قبال پیشمرد و در برابر مبارزه حق طلبانه پیشمرگا در راستای دفاع از خواسته های بنیادین اونها، در راستای دفاع از هویت و شخصیت اونها، در راستای تحقق یک زندگی انسانی و بهتری برای اونها به خوبی ایفا کردند. بدون شک با این همه دسیسه، با این همه زورگویی جمهوری اسلامی ایران، با تلاش‌های پیگیرانه جمهوری اسلامی ایران جهت جداسازی و در واقع دیوار کشیدن، کشیدن یک دیوار تار و تاریک میان نیروهای پیشمرد و مردم که موفق نبوده و نشان دهنده این واقعیته که نیروی پیشمرد به خوبی عمل کرده، سیاست‌هاش و پرکتیزه کردن سیاست‌هاش و حرکت اجرایش در واقع درست بوده، صحیح بوده. به همین دلیل این سیاست‌ها از سوی مردم کردستان ایران مورد پشتیبانی قرار گرفته و مورد پشتیبانی قرار می‌گیره. مردم کردستان به خوبی می‌دونن که پیشمرگا، زنان، مردان، دختران و پسرانی که امروز در صفوف پیشمرگان کردستانن، از بهترین جوانان، از بهترین افراد اون جامعه هن، از شایسته ترینشونن که جهت تحقق خواسته های اونها به پا خواستن و در این راستا
حاضر بودند و حاضرند که تمامی منافع شخصی خودشون رو نادیده بگیرند به خاطر اینکه خواسته های دموکراتیک مردم تحقق بیابه. و به همین دلیل و به همین خاطره و به همین شناختی که مردم کردستان کماکان پشت و پناه و یار و یاور پیشمرگ‌های کردستان بودند و بدون تردید بدون پشتیبانی همه جانبه اونها در تمام زمینه ها از نیروی پیشمرگ کردستان، هیچ وقت پیشمرگ کردستان نمیتونست در برابر سیاست های ظالمانه و زورگویانه دیکتاتور ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران، نظام دیکتاتوری و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران به حیات سیاسی و مبارزاتی خودش ادامه بده. ما مردم کردستان، حتی مردم ایران به خوبی دریافتن که اگر مبارزه علیه فاشیسم و نازیسم در اروپا، در اروپای مرکزی اهمیت داشت، مبارزه پیشمرگ‌های کردستان به همین اندازه و شاید بیشتر در راستای تحقق دموکراسی در جامعه ما حائز اهمیت. بله، تشکر. خوشبختانه دوباره ارتباطمون با آقای حجاب برقرار شده. آقای حجاب، به عنوان جنبندی بحث، پس از اینکه شما و آقای رشیدی صحبتایی رو درباره پیشمرگ و وظایف و تعریف پیشمرگ و نقشش در جامعه پرداختی، مگه بخوایم وظایف مردم رو در قبال پیشمرگ دربارش صحبت کنیم و اینکه به نظر شما مردم در قبال پیشمرگ ها چه وظایف بیدارن؟ به نظر من بسیار مشکله که ما بتونیم نیروی پیشمرگ رو از صف مردم جدا کنیم. پیشمرگ بخشی از مردم و بخش آگاه، بخش داوطلب مبارزات سیاسی مردم کردستانه. بنابراین جدا کردن صف پیشمرگ از مردم کردستان، جدا کردن مفهوم پیشمرگ، مقوله پیشمرگ از جامعه، از مردم کردستان، در اصل خودش نقطه‌ایه که ما باید بهش توجه داشته باشیم که این فصل امکان پذیر نیست. ولی اگر وضعیت کنونی رو در نظر بگیریم که نیروی پیشمرگ به عنوان نیروی مبارز، نیروی حاضر در صحنه، فعالانه علیه رژیم مستبد جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه و مردم کردستان، اکثریت مردم زندگی عادی در وضعیت عادی زندگی هستن، اگر از این زاویه بیاییم به مسئله نگاه کنیم، طبیعیه که نیروی پیشمرگ، نیروی مبارز، نیروی پیشگام بدون مشارکت فعالانه مردم در تمامی صحنه های مبارزات سیاسی محاله که بتونه به اهداف خودش برسه یا به اهداف مردمش برسه. اون تلفیقی که در بین مبارزات مردمی و مبارزات پیشگامان جامعه هست و فعالیت نیروی پیشمرگ، پشتیبانی همه جانبی مردم، رمز اساسی پیشبرد اهداف جنبش سیاسی کردستانه. اگه ما بیایم در این از این زاویه به مسئله نگاه کنیم و بخوایم که اهداف اساسی مردم کردستان در قبال پیشگامان سیاسی، در قبال نیروی پیشمرگ، اینو بیایم جمع‌بندی کنیم، به نظر من مهمترین هدف اینه که مردم به هیچ وجه اجازه ندهند که نیروهای غیر خودی، نیروهایی که در واقع وابسته به دشمنان کرد هستند، وابسته به جمهوری اسلامی هستند، اینها به اینها اجازه بدن که در صفوف مردم، در صفوف پیشمرگان مردم اختلاف ایجاد کنند و اساسا این نیروها را از هم جدا کنند. پشتیبانی معنوی، پشتیبانی سیاسی، پشتیبانی از هر جنبه، از فعالیت سیاسی، از فعالیت مردم، پشتیبانی مادی از اهداف اساسی مردم در قبال جنبش سیاسی کردستانه. جنبش سیاسی نمیتونه یک گام به پیش بره اگه مردم همیشه در صحنه نباشن، اگه مردم همیشه پیشگام، پشتیبان این پیشگامانشون نباشن و از هر لحاظ به اینها امداد نرسونن. به نظر من هوشیاری مردم کردستان باعث میشه که در وضعیت کنونی پیشمرگان بسیار راحت بتونن اهداف سیاسی خودشونو، برنامه‌های سیاسی خودشونو در جامعه پیش ببرن. از لحاظ دیگه اگه بیایم از یه جنبه دیگه به مسئله نگاه کنیم، اون شور و شوقی که در جامعه است، اون پتانسیل مبارزاتی که در جامعه هست و در هر مقطعی بیشتر و بیشتر
فعال میشه، بیشتر و بیشتر کارا میشه، این خودش میتونه مهمترین وسیله ای باشه که این ارتباط تنگاتنگ بین مردم و پیشمرگان رو تقویت میکنه و بیشترش میکنه. از لحاظ تشکیلاتی اگه اینو این مسئله رو بهش نگاه کنیم، میبینیم که نیروی پیشمرگ بدون پشتیبانی مردم، بدون اینکه تشکیلات مردمی فعال و گسترده‌ای داشته باشه، نمیتونه به حیات سیاسی خودش ادامه بده. همین که پیشمرگان امروز در قلب مردم جای دارن، همین که پیشمرگان امروز در خطوط مقدم مبارزات سیاسی مردم کردستان جای دارن، این همه اینا نشانه اینه که مردم همیشه با پیشمرگ در یک گام، در یک جهت دارن پیش میرن. و اساسا من این مسئله رو به هیچ وجه نمیتونم از هم دیگه جدا کنم که ما پیشمرگ و وظایف پیشمرگ داریم و مردم و وظایف مردم داریم. این وظایف من به هیچ وجه نمیتونم از هم جدا کنم و اساسا درستم نمیبینم که این وظایف رو از هم جدا کنیم، چون این وظیفه مشترک فعالین سیاسی جامعه است. این فعالین سیاسی جامعه در جامعه کردستان، اینها رو ما پیشمرگ میگیم، در جوامع دیگه شاید القاب و عناوین دیگه ای داشته باشند، و کسانی که خواهان آزادی خودشون هستن طبیعیه که اینا با پیوستن به این صفوف، با تقویت این صفوف، با کمک و همیاری این نیروها بیشتر میتونن به اهداف خودشون نزدیک باشن. بنابراین مهمترین وظیفه مردم کردستان، مهمترین وظیفه متقابل پیشمرگان و مردم نسبت به جنبش سیاسی امروز اینه که این صفوف رو بیشتر گسترده‌تر کنن، این صفوف رو بیشتر مستحکمشون کنن و فعالانه‌تر در میدان مبارزات سیاسی قرار بگیرن و همگام گام بردارن. بله، تشکر می‌کنیم از صحبت‌های شما آقای حجاب. با توجه به اینکه وقت برنامه ما به پایان رسیده، از حضور شما در برنامه امشب و کمک به بهتر شناختن پیشمرگ به مردم کشور ایران و بینندگانی که در حال حاضر در حال تماشای برنامه ما هستند، بسیار ممنون و سپاسگزاریم. متشکرم. منم سلام دارم و آرزوی موفقیت برای شما و سلام و عرض ادب برای بینندگان محترم. ممنون و تشکر. آقای رشیدی، از حضور شما هم و از حضور از صحبت‌ها و اظهار نظرهای شما هم در برنامه امشب و کمک به شناساندن بهتر نیروی پیشمرگ به جامعه بسیار سپاسگزاریم. بسیار سپاسگزارم آقای بهنام، هرچند وقت خیلی کم بود متاسفانه، ساعت ها میشه در این مورد و در مورد اهمیت و جایگاه نیروی مردمی پیشمرگ صحبت کرد. به امید تحقق آزادی و دموکراسی و به امید اینکه پیشمرگ ها مدافعان حقوق مردم در فردای جامعه ایران و کردستان در پاسداری از ارزش های مردم و از قانون مداری نقش بسیار به سزای ایفا بکنند. متشکرم. ممنون، سپاسگزار. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم و تا دیدار دیگه که در خدمت شما عزیزان باشم، شب خوش و بدرود.